با ادامه صبح زندگی خوش آمده نزیزان دل و صبحتان باز هم بخیر باشد در بخش نبز سلامتی استیم و خوشبختانه امروز باز هم دکتر سای بسیر حکیمی متخصص امروز نسایی و ولادی با ما در استودیوی صبح زندگی هستند و امروز قرار است در رابطه با یکی از موضوعات بسیار مهم دیگه که یکی از امروز که با خانم های جد میشه و امروز قرار است بیشتر صحبت همراه دکتر سب در مورد خونریزی مکرر خانم ها و دختر خانم ها باشیم اگر به شما هم این مشکلی ایجاد شده یا ای هم اگر خدا را شکر نشده حتما بیرنده باشین و خوب است که معلومات حاصل بکنین در مورد این موضوع هم دکتر سب خوش آمدن صبحتون بخیر خوش باشین سلام بر شما و به از تلویزیون آریانا چی در اینجا چی در خارج هستن سلامت باشین زنده باشین و دلوقتي. دکتر صاحب تشکر ازی که باز هم برنامه تشریف آوردن و, و, و باز هم یکی از موضوعات بسیار مهمه که یکی از موضوعات حیاتی خانم هاست باز هم انتخاب کردیم در مورد خوریزی های مکرر البته هم شما در مورد عادت ماهیانی دختر خانم ها و خانم ها معلومات داریم اما بعضا ایگدوت ای میشه یا هم زیادتر یا هم کمتر میشه خوب سوال در مورد عادت عادت ماهیانه خانم ها بر معلومات بتن که چی است و تا چه حد نرمال بوده میتونه بیشتر رو شدیم پرتن روی موضوع حتما چرا نه اول یک دختر خانم باید مورد عادت ماهانه خود باید بفهمه هر دختر خانم چی در خانه باشه چی نباشه یعنی چی خواننده باشه چی نباشه باید خودش باید آگاهی درباره خود داشته باشه عادت ماهانه یعنی جاری خون از پوشش داخلی رحم است که در طی 21 الی 35 روز یک بار تکرار می شود از 5 الی میلی لیتر 80 میلی لیتر است که در یک دختر خانم در طی 1 الی 3 الی 8 روز این نرمال است که وجود میاد این خود زیادت محور است اگر غیر یک دختر خانم یا خانم مثلا یک میاد یک بار دو یا سه بار امی خود عادت ماهانه می شود ای خود قیدگی نامنظم است بسیار خوب خب قبل از اینکه روی علتش بریم روی عواملش بریم میایم از آغازش بیشتر از دختر خانم ها هستند که سنشون بسیار بالا هم میره ولی برای اولین بار هم اینا عادت ماهیانه را تجربه نمیکنن سن مشخص یا هم سن که معمول میباشه به یک دختر خانم که عادت ماهیانه را بگیره کدام سن است دکتر. از سن دوست سالگی است الا سن که پس آقایدگی با وجود میه چل پنج چل اشت است یعنی منو پاس برش میگه بله. و بعض از دختر خانم هایی که اصلا تجربه نمیکنن؟ دلیلش چیست؟ دختر خانم هایی که تجربه نمیکنن اونو انومالی ولادی می باشه مثلا رحم کوچک دارن یا هیچ رحم ندارن اونا نمیتونن بازی تجربه را کنن باز کدام رای حل وجود داره برشان؟ نه رای حل وجود خا... نداره تا فعلا خو این یک چیز ایچی نشده است خب بس خوب دکتر سه بالا میاییم روی موضوع ما که خون ریزی های مکرر است و بسیار از خانم ها و دختر خانم های ایجاد شده خب بس اول رویی که چرا بعد دختر خانم ها ایجاد میشه و بعد از او به طرف خانم ها بره حتما چرا نه به دختر خانم هایی که ایجاد می شود در ابتدا از یک از می که دوازده سال هستند الا سن اشته به حساب دهی میان فاصله برشان میان مثلا یک باز دختر خانم ها منظم عدت موار میشن باز دختر خانم غیر منظم اختلالات, اختلالات میباشه می باشه، استرس می باشه بعد با البته به دخترایی که از سن دوازده الا اشته هستند به این سن که یک نو یا آغاز بلوغیت میمینن و برشان یک چیز نو میباشن خودشان زیر سوال پشان پیدا میشه این خودشی استرس برشان پیدا میشه به دختر خانمه که زیر سن دو هستند و بعدی که از 18 بالا میشن به با دو کتگوری بازی را ما متقسیم میکنیم از لحاظ ساختمانی یک کتگوریش است که بمیان میان و از لحاظ غیر ساختمانی از لحاظ ساختمانی که ما اگر ببینیم ده خود ساختمان رحم یک یک آفت یا یک پاتولوژی وجود داشته می باشه مثلا پولیپس تومور است خود ازی سرطان های رحم است این را به حساب ساختمانی ما ایره کتگوری میکنیم که به یک دختر خانم یا خانم پیش میاد مهم. باید پیش دکتر مراجعه کنن از البته در یک ما دو یا سه بار مریض میشن مهم. و از لحاظ غیر ساختمانی که خود به در اختلالات هرمونی می باشه لخته شدن خونشان مثلا یک مریضی به نام هموفیلی میشه که می خود مشکل در خون می باشه ا یو پلاتليټ شون مشکل داشته ميوشه امي لخت نه ميشه خون شون <محن> اينو بش از حد عدد محور هم درن و ميشه كه غير منظم شواد د محور شون <محن> 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 دليل شي څه اوس څه براتون گفتم که اختلالات هورمونی هست فقط می بله و ایرم با, با دو کاتگوری تقسیم کردیم که یکی ساختمانی هست که غیر ساختمانی است ساختمانی شه براتون گفتم میتونه که تومور باشه و حساب پولیپ باشه در خود سرویکس یا دهانه رحم برش میگه یا هم میتونه که سرطان های ایده باشه البته این خانم ها و دختر خانم ها یک چیز است یک, یک اگر خانم نا. هم خون ریزی مکرر داشته می دلائل وجود می داشته باشه میتونه. و اگر آه. دختر خانم هم دقیقاً. این مشکل داشته اگر بعضی اوقات دختر خانم هایی که می خود انفکشن می باشه پی ای دی هست این در غیر ساختمانی می پی ای دی است پی ای دی بسیار فیصدی زیاده داره به دختر خانم ها بله یعنی فیصدی زیادی که به خاطر از اینکه اینا خودشان پتلون چسب میپوشن یکی با وجود آمدن پی ای دی خودش چیز چسبه که بپوشی پی ای دی با وجود میه دیگه خودش حفظ صحی خود نمیکنن از این خاطر از باس خونریزی مکرر باوجود وجود بله. میه و راه های تداویش هم هست بله راه های تداوی داره اول ما تشخیص خود میمونیم بعدا باز تداوی خود میکنیم کدام نوش مشکل ساختمانیش یا غیر ساختمانیش تداویش بس اگر ملگنتسی باشه به حساب در ساختمانی باز مطالعه میکنیم دیگه میمونیم دیگه به حساب اگر ساختمانی ما بینیم که سرطان رحم باشه او کلا رحم میکشیم به خاطر از اینکه انتشار نکنه میتاستاس نته و اگر غیر ساختمانی باشه او چی میشه تداوی میشه با دارو کدام مشکل ایجاد نمیتونه یعنی مشکل خاص وجود نداره و اگر خانم ها پیش یک دکتر متخصص مراجعه ده. بکنن براحتی میتونن که صحت خدا دوباره به دست بیاره دقیقا بسیار تشکر دکتر سر واقعا موضوعات بسیار مهم است در رابطه به خانم ها و دختر خانم ها که با بعضی از مشکلات واقعا مواجه هستن اه. و خوب است که سهتمندی تون اولویت قرار بتن و بعض از چکاپ های ماهانه را داشته باشن به خاطر خودتان به خاطر سهتمندی تون خب تشکر دکتر از اینکه شما هم تشریف آوردن اگر گفتنی است شما باقی ماده باشه هم پیام داشته باشین میشن خانم که خونریزی مکرر دارن البته خانم اول باید پیش دکتر که مراجعه میکنن خود حمل خود رد کنن که حمل نداشته باشن بعدن متوجه صحت خود باشن بله بسیار تشکر دکتر صاحب روزو خوب و خوش را داشته تشکر می از امرای شما همچنان وقفه می و برمیگردیم به ادامه صبح زندگی